چرا کسانی که نسبت به عیسی دارند، نسبت به موسی دارند، عقیده خاصی دارند که از عقیده توحید متفاوته؟ عقیده توحیدی که همه انبیا برش برانگیخته شدند. و چرا کسانی که مدعی هستند که پیرو عیسی علیه السلام هستند، عقیده خاصی دارند که برخلاف عقیده توحیدی است که همه انبیا برش برانگیخته شدند؟ علتش چیه؟ جواب این مطلب. پس چرا مسیحیان، چرا یهودیان که شما میگی که اهل توحیدن، چرا عقاید دیگه ای دارن؟ قرآن جوابشون اینطوری میده: ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. دین نزد خداوند اسلامه. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. دین نزد خداوند اسلام است. و کسانی که و مختلف الذین اوتوا الكتاب و کسانی که بهشون کتاب داده شده بود اختلاف نکردند، الا مگر اینکه بعد ما جاءهم العلم، بعد از اینکه علم و دانش به سراغشون آمد، بغیا بینهم، شون علم و دانش و کتاب داده شده بود، اما بغی و ظلم و تعدی و تفرق باعث شده بود که این اسمها رو بر خودشون بتراشند. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. تفرق نیاوردن در دین، متفرق نشدن، اسمهای جدیدی بر خود نتراشیدن. بعد از اینکه علم آسمانی به اونها رسید، جز بدین خاطر که در میان خود تعدی کردن، ظلم کردن، سخن خدا رو تغییر دادن، تحریف کردن، شبیهش الان در میان ما وجود داره. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. و اگر تقدیر الهی سبقت نگرفته بود تا اینکه مدت معینی باشند، همه اینها را از بین می برد. و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. پس همه انبیاء الهی بر دین خدا برانگیخته شدند و اهل کتاب اینو به خوبی می دونند، وحدت این دین رو می دونند و می دونند که هر پیامبری که اومده که تصدیق نبی قبلی رو بکنه و خبر از نبی بعدی بده و نباید به عقایدهای متعدد و مختلف متفرق می شدن اگر به حرف انبیاشون گوش می کردن. لیکن به خاطر اختلافشون و به خاطر عدم اطاعتشون از انبیاشون متفرق شدن، علا رغم اون چه از علم و دانش که در میانشون آمده بود، همچنان که حضرت ابراهیم گفته بود و همچنان که حضرت نوح گفته بود، همچنان که حضرت موسی گفته بود، اگر بهش عمل میکردن این تفرق حاصل نمیشده بود.